طالما كنتم أحوالكم بخير، ما هو مدورستم كنتم بخير بسلامات بده باشين. در شرکت به نام خدا آغاز میکنیم و شما درس ما شما به بحث نن همیتونی از دفترشل اکویژن ها ادامه داریم و شما به لکر قبلی میتود اندی ترمونیکایفشن در تقریبا تمام کردیم. میتود اندی ترمونیکایفشن در بعض حالت های خاص استفاده میشود. حالت های خاص حالا شما برای نان هوموجینیس ترم شما شرط مونده بودین ساینوسایدال باشه، پولینومیال باشه، اکسپوننشیال باشه یا هم ترکیب از اینا، جمع ترکیب یا در حالت ضرب باشه. چیزی بود که شما برای چرا قبلی سر صحبت کردیم. امروز یک روش جنرال تر مورد مطالعه قرار میدیم زیر نام میتود واریشن آف پارامترز. در این میتود در خط مزید است که شما تقریبا یک مجموعه زیاد از معادلات تفاضلی که سکند آردر باشه شما توانید حلش به دست آورده میتونید. در خط درس امروز هم میتود وریشن و پارامتر همش آشنا میشین و معادلات تفاضلی سکند آردر دیگه شما حل هر نوع معادله تفاضلی سکند آردر شما یاد داشته باشین. شروعی بس خود ما عزیبی کنیم که معمولا شما سکن آردر لینیر دفرشن اکویژن داریم. من این رو واضح بزن بر مصبت دی ایه واضح بر مصبت دی ایه جی دی ما طبعا معاملی تفاضلی شما بر از این وقت سلوشن پیشنهاد میکنیم، هر وقت پیشنهاد میکنیم حل از این وای مسایی و حل کامپلمنتری داره و حل پارتیکولر داره. شما وقت حل از این کار میکنید حل کامپلمنتری از این در چرا همیشه بس مربوط هوموجینیس ترم میشه. شما خان مربوط اینی پارت میشه. شما وقت کار میکنید میگیم که وای کامپلمنتری ما مثلا مثل سی یک وای یک مثبت سی دو وای دو ایشون حل پارتیکولر میشه. به کنار از حل کامپلمنتری به خاطر پیدا کردن حل پارتیکولر شما گفتم شما این حل ما تغییر بکنیم وای پارتیکولر قرار باشه شما محاسبه بکنیم وای پارتیکولر. در میتود واریشن آف پارامتر ما میگیم پارامتر خود وربل میسازیم. در حل کامپلمنتری در اینجا شما سی یک و سی دو داریم. این نمیده شما یک تو تابعی فرض میکنیم حل پارتیکولر ما مساوی است با یو یک تی وای یک مثبت یو دوی تی وای یو بیشه بیشد میتود فریشن و پارامتر فقط تنها پارامتر ما را مره بل میزید پس به درمانش بیاز ایواز سی یک شما یو یک ما ایواز سی دو شما میگیم که در اپنتی یو دو پارامترتان را برای بل می‌سازیم یا متحول می‌سازیم. پارامتر ما سی یک است، پارامتر سی دو است. خیلی بعد از این وقت برای ما شما یک معادله تفاضلی داده شد شما اول اول کامپلمنت سلوشنش تشکیل میدید بعدش باز شما سی یک و سی دو تبدیل به یک و یو دو. وظیفه شما پیدا کردن یک و یو دو است. اینی هر دو را باید بدست بیاریم یو یک را باید بدست بیاریم و یو دو متحول می‌داشته باشیم. به خاطر پیدا کردن سی یک و یو دو شما مشتق مرتبه اول از این نظر و مشتق مرتبه دوم شد. یک تا معادله از این بدست کردیم یک تا معادله هم شما خود وای هم وای زبر وای دو زبر در اصل معادله بزن میکنیم معادله دوم شما بدست میریم. شما از درس های مکتبتان میفهمید که وقت دو تا مجهول داشته باشیم مجهول اولی مجهول دومی دوباره به خاطر دریافت از این شما مجهول هستیم که دو تا معادله داشته باشه. با استفاده از دو تا معادله شما میتونید اینا رو حل بکنید. من به عنوان مثال یک معادله تفاضلی در نظر میگیرم. مثلا ما داشته باشیم وای دو زبر مثبت سی وای زبر مثبت دو وای وای دو زبر مثبت سی
دوایی زد مثبت دوایی مثل به یک بر یک جمع ایدان ماهی فرستن تو چون مادل تفاضلی نن هوموجینی هست شما این رو با استفاده از میتود امپی ترمایل کایفیشن نمیتونیم فهم بکنیم رشنال فنکشن هست شما این نمیتونیم با استفاده از میتود امپی ترمایل کایفیشن کار بکنیم کدام میتود استفاده میتونیم میتود وریشن فارامتر کار اول پیدا کردن کامپلمنتری سلوشن هست اینی مادل تفاضلی بخش هوموجینی هست ماست وای زبر مثبت سه وای زبر مثبت دو وای حسیب سفر شما به اینجا حل کامپلمنتری از این به دست میاریم یک عرق هم کار میکنیم درس بچاره قبلی کن مثلا مثل سی یک ایوان مای من مثبت سی دو ایوان مای من بیدو دید این کار هست که شما از بچاره قبلی کن میفهمید وقتی حل کامپلمنتری به شما تشخیص دادیم بعد از او حل پارتیکولر دیلی این مادل هم دیلی مادل هم حل پارتیکولر ایواز سی یک و سی دو شما یک کتابی فضلید یو یک ایوان مای من مثبت یو ایوان مای ایسی حل پارتیکولر ولی حل پارتیکولر ما کامل نشده شما بایستی وای یک یو یک و این دو رو بزیز کردید چگونه به دست میاریم؟ شما مشتق مرتبه اول زنیم یو زبر شما مشتق میگه یو یک زبر ایوان مای منفی امتوز؟ دیگر؟ من منفی ایوان مای منفی مصبت حد بعد این دو تابی با هم در حالت زبر است یو دو زبر ایوان مای منفی منفی یو دو ایوان مای منفی شما مجبور است مشتق مرتبه اول بگیرین اما تو مشتق مرتبه دوم از زیر بگیرین ما متوجه میشم که این یک تاب این بسیار یک تاب طولانی شد چهار تا حد داره هر حد از این دو تا حد دیگه بر من تولید میکنه جنجال بسیار زیاد میشه ما شما یک شرط میمانیم به خاطر از این که جمعی ما خوب متوجه باشیم به خاطر از این که این تابه مشتق ما را ساده تر ساخته باشیم ما شما یک شرط میمانیم میگیم هر در مشتق اول هر حدی که یو یک زبر داره و یو دو زبر داره هر حدی که یو یک زبر و یو دو زبر داره مساوی با صفر قرار میدیم خیلی یو یک زبر ای به نمای منفی پی مثبت یو دو زبر ای به نمای منفی دو پی ده و مثبت رو خیلی ما شما یو یک و یو دو رو به دست میاریم نظر به این شرط ای یک شرط ماست ای در حقیقت معادله اول ماست در حقیقت مدل اول چون شما دو تا مدل اول دارید خوبی از این کار چیست ما تابه مشتق ما یک تابه بسیار زیاد طولانی بود وقتی من این شرط تطبیق کردم تابه ما کوچک میشه شما نشته کده میکنید فعلا وای زبر ما مساویست یک دو سفر میشه نشتهش نمی کنید منفی یو یک ای به نمای منفی منفی دو یو دو ای به نمای منفی دو منفی آلا شما مشتق مرتبه دوم وقت محصول رو میگیرید وای دو زبر مساویس و وقتی مشتق میگیریم مشتق اول ایوان مای منفی پی مشتق تابع دومی مثبت یو یک ایوان مای منفی پی بیشتر تابع دومی منفی دو یو دو زبر ایوان مای منفی دو پی یا دو هم زرش میشه مثبت چار یو دو ایوان مای منفی دو خیلی شما مشتق مرتبه اول مشتق مرتبه دوم و مشتق مرتبه سوم گرفتیم از تمام از یا رو میاریم در اصل معادله تفاضلی تا وست همی کنیم یک تا معادله دومی تشکیل میشه یک تا معادله دومی در شما تشکیل میشه این ای معادله تفاضلی ماست وای دو زبر قیمت وای دو زبر میشه قیمت وای دو زبر ما منفی یو یک زبر ایوان مای منفی تی چه رقم؟ مصبت یو یک ایوان مای منفی تی دو دو زبر یو دو زبر ایوان مای منفی تی مصبت چار ایوان مای منفی منفی تی ایوان مای منفی تی حد اول این شکر حد اول این سی وای زبر است وای زبر را کنم شما ساده ساده خیلی سه زربازی میکنیم وقتی زرب میکنیم میشه من سه یو یک رو دو بگیم من سه یو یک ای به نمای منفی دی منفی شش دو ای به نمای من منفی شش یو دو ای به نمای منفی دو حد دو بگیم حد سه اومی من دو یوز دو وای است دو وای دو یو یک ای به نمای منفی مصبت دو یو یک
ایبن مای منفیتی مثبت دو یو دو ایبن مای منفیتی مساویس با این یک بر یک جمع ایبن مای ایس یک بر یک جمع ایبن مای ایس ایبن مای کی بیدید؟ پارامتر ما خیلی شما 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 چیز شد اینی وقت ایکس باشه پارامتر ایکس هست ما شما اینجا فکرمانه شد تی گرفته رفته درست؟ میشه فهمیدم تی بگیم فهمیدیم که اپنی مانده آن چی در کل جای پس مایفز موشته کنیم این تیز این تیز بشه شما این وقتی میبینیم حدود که همدیگر خود الیمینیت بکنه ما حضرت بکنم شما مثبت یو یک بیبنه مای منفی داریم و منفی دگر چه یک این مثبت است، این مثبت است، این منفی است، هم دیگر خود حضب کنید به این شکل در کنار از او این منفی دوید این مثبت چهار است، این مثبت است، این منفی شش است، هم دیگر خود حضب کنید به این شکل شما در آخر داره منفی یو یک زبر دیوان مای منفی دید، منفی دو یو دو زبر دیوان مای منفی دید سلام رو مدل این بچه ما یک نام بکنیم میگم این مدل هم مدل دومی در باید در کنار میکنیم معمولا شما مدل هم مدل تفاظتی داریم و میتونید برای این شناف پارامتر شما فقط پارامتر تا نه برای بند بسازیم یک تا تابع میسازیم متحول وظیفه شما پیدا کردن یو یک و یو دو به خاطر پیدا کردن یو یک و یو دو شما دو تا مدل از ضرورت داریم مدل اول شما از تابع مشتق میگیریم مشتق اول این شرط است خوبی از شرط چیست؟ یه رابطه پیچیده تانه یا کامپلکس تانه این ساده میسازه بر مادلی در حقیقی ساده تر میشه مشتق مرتبه دو خیلی یک مادله از اینجا میگیرین مادلی دو من اصل پارتیکولر سلوشن به کنار از دو مشتق مرتبه اول و مشتق مرتبه دو من اصل مادله وزن میکنیم شما وقت وزن میکنیم یک مادلی دو میره برسه شما خیلی دو تا مادله داریم مادله اول کن مدل اول بود یو یک زبر ای به نمای منفی مثبت یو دو زبر ای به نمای منفی مساویس و همونطور بیشتر به این شکل شما مدل را به دست آورید دو تا مدل این مدل مدل دو مدل اولی و مدل دو دو تا مدل ها باشید این دیگه حل از این مدل این مدل مجبور یوز این یو یک زبر یو دو زبر اینا مجبورات هستن حل در دسته مکتب کن اکس و وای داشتیم در اینجا یو یک زبر و یو دو زبر داریم حل از این از روش های تعویزی افنا هر میتود رک شما بلد هستیم میشه استفاده کنیم مستقیما مرگایی طرف به طرف جمع بکنم طرف به طرف جمع بکنم یه هم دیگر خود حذف میکنم این میشه منفی یو دو زبر این به نمای منفی بودی مساویس و یک بر یک جمع ایبن مای تی یک بار یک جمع ایبن مای تی شما اطراف اطراف وقتی که تقسیم میکنید یو دو زبر یک مادله رو تقسیم میکنید این اون طرف انتقال میکنید میشه ایبن مای دو بر یک جمع ایبن مای تی یک فعلاوی منفی هم دکه باید میشود مادله بر یو دو زبر این یو دو زبر یا در این مادله یا در این مادله شما وضع کنین یک تا مادله و یک زبر حتما یک مادله بسید یو یک زبر شما فکر در این مادله وقتی شما وضع میکنین در یکی از مادلات مادله که به اسم ایبن مایتی بر یک جمع ایبن مایتی خیلی شما عدد کن پیدا کنین یو یک و یو دو اطراف از یه انتگرال میگیریم یه من انتگرال میگیریم نظر به متحول نظر به متحول شما این را بیان یک تعویض بسیار ساده انجام میکنیم بی به نمای تی را مثلا به وی میگیم دی تی ما مثلا به ای به نمای تی اما دوست دی تی تان ما درس انتگرال تان دی بی اوبر ای به نمای تی این انتگرال ساده میشه یک مثلا به الان یک جمع ای به نمای تی
معنی شده اینجا شما البته اول این ایبن مای تیره شما ایبن مای تیره نشا کرده ایبن مای تی کل مربع بده چیزه یو دوی ما مسایش و اندیران من ایبن مای تی وی میشه وی مربع و یک جمع وی ضرب عوض دی پی دی وی بر ایبن مای تی نشا کرده میده دی وی بر وی ایبن مای تی وی میشه خیلی اینی هم وزی هزت میشه بشه حتی اگر دیران او ساده تر بود مستقی من شما محاسبه کردم اما این کلن دیران ها با استفاده از میتود قضیه و قصور قسمی پارشال فرکشن شما این محاسبه میکنید یو دوی تان بد اسمه این کار بکنید الان ما کارش کردیم الان چند؟ یک مثبت ایبن مایتی ایبن مایتی منفی ایبن مایتی به این شکل شما انتگرالتون رو محاسبه میکنید شما در وظیفه‌تون پیدا کردن حل پارتیکولر بود به اون خاطر شما یو یک و یو دو رو نیاز داشتید ما یو یک و یو دو رو به دست آمده به این معادله وضع میکنم در این معادله وضع میکنم باشم من میگم حل پارتیکولر ما یو یک قیمتش الن یک جمع ایمن مای تی ضرب ایمن مای من مصبت یو دو ما قیمت که معلوم هست این یک جمع ایمن مای تی الن یک جمع ایبن مای تی من که در من ایبن مای من تی من ایبن مای تی ضرب ایبن مای من تی دو ایبن مای من تی دو ای در حق پارتیکی اولا سو بکرم باشد بر اینی نن هوموجنیس سیکن آرده دفرنشن اکویجن حل پارتیکی اولا شیدی شما وقت حل جنرل شد اسمین حل کامپلمنتری حل کامپلمنتری ما سی یک وای ایبن مای منفی تی مثبت سی دو ایبن مای منفی دو تی جمع حل پارتیکولر که شما از این بالا به دست برین در حقیقت بر شما هکتور جن در سیشان نمیده راستی یک میتود است که وقت گیر است ما مجبور استیم که در جریان ما سوال خود دقیق باشیم در غیر از دست میشنم اشتباه میشه شما همیشه در میتود بعدیشان پارامتر مجبور استیم پارتیکولر سلوشن تا رو فرض بکنیم یک معادله به دست بیاریم معادله دومی رو به دست بیاریم با استفاده از ار دو زی یو یک زبر و یو دو زبر رو به دست بیاریم قیمت یو یک و یو دو رو که به دست آوردیم در پارتیکولر سلوشن وضع می‌کنیم شما حل معادله تفاضلی خود پیش بینی کرده بیدن یک روش یکم طولانی است یک کم جنجالی است شما با استفاده از این مرد یک حالت جنرال به نظر می‌گیرید میشه یک حالت همین تعمیر ادامه بدیم هر پرابلمی که برای شما داده شد با استفاده از همین میتود کار کنید حل میتود دومی استفاده از یک تفاضل چرا وظیفه ما شما پیدا کردن یو یک و یو دو شما به شکل جنرال مرد مطرح میکنم معادله تفاضلی داریم که پایی هم میفهمیم حل از برتان ما گفتم از این میتود یک کم طولانی است استاد چرا یک گفتیم یه چرا سفر کردیم برسا شرط مانده بودیم باید قسمتی که پای یک زبر و یک زبر داده آسان جمع شده واسه به سفر قرار بودیم آها ما به خاطر تسهیل در کار ما چرا شما اگر چرا ما میخواییم یو یک و یو دو بده سفر نظر به یک شرط در غیر از او شما اگر مستقیما اینی را ادامه بدیم اینی شرط نمانیم به اون صورت خود از یک مشتق مرتبه دومی خود از مرتبه دو میشه این مرتبه دو میشه اگر این شرط نمانه جنجال کن بیشتر استاد با زی قسمت ما چی میفهمی فاصل جمع یا مفهی به صفر میشه ما میگیم شوه نظر به اینی شرط اینا اینی یو یک و یو دوی را که شما به دست آورید در اینی مدل واسه این عدم صفر میشه اما یو یک و یو دو را مشروط به این باید اینی را صدر کنیم دیگه را نداره صحیح شد؟ خب، حالا ما به طور جنرال ارقام مطرح بکنیم یک معادله تفاضلی داریم مثبت شکل استانداردش پی پی وای زبر مثبت یو پی یو پی وای مساوی با جی تی بشه شما به این معادله تفاضلی که در نظر میگیرید اول این شکل هوموجنیس پارتش حل کامپلمنتری شما مثبت پیش بینی بکنید حل کامپلمنتری سی یک وای یک میشه سی دو وای دو بشه این شد حل کامپلمنتری شما حل پارتیکولر کنید میگین یو یک وای یک مثبت یو دو وای دو بشه شما مجبور است این یکی رو به دست بیارید میتود که دیتایل سلوشن در میتود
غری شناخوارانو تو ما شما پیشنهاد کردیم مجبور است مشتق مرتبه اول واجه بره با استفاده از مشتق مرتبه اول شما معادله اول به اسم اسم که هده اینجا برستان بعد از او شما مجبور است مشتق مرتبه دوم بگیریم شکل ساده شده واجه بر میگوشن مشتق مرتبه دوم شما میگیریم اینی را مشتق مرتبه اول مشتق مرتبه دوم و اصل پارتیکولار را در این معادله وضع میکنیم معادله دوم تا برسیم این دو معادله را کنار هم دیگر نشان میدهیم قسمی که ما پیشتر کار کردیم بعد از اینکه شما نشته کردیم شما حل را بسمید برای یونیت و برای یونیتی حل بسمید حل را که بسمید این قسمی که ما برای شما در این اگزمپل کار کردیم شما وقتی کار کردیم مسائز به منفی انتگرال وای دو ضرب جی تی بر ورانسکین وای یک و وای دو ما کار کنیم حتما هم که افتیم رو بسیم انتگرال بگیم نظر بگیم این دار مسائش به انتگرال وای یک تی جی تی بر ورانسکین وای یک و وای دو شما حتما ما پیشتر در جریان اگزمپل ثبوت کردو ثبوت زیر خودتان کار میکنیم خیلی بعد از این وقت برای ما شما نم کجینی از دفرنشت اکویجن داده میشه شکل جنرال چی؟ کی به این شکل؟ کی به این شکل؟ شما میتونیم که از دیتایف میتود استفاده کنیم این در حقیقت دیتایف سلوشن هم این شکل اختصار شده چیست؟ ما مستقیما رفتیم به فرمول یو یک فرمول یو دو این فرمول از کجا میشه؟ از این روشی که من اینجا ادامه دادم شما یو یک و یو دو را ثبوت میکنیم و یک چیز و یو چیز در حقیقت حل کامپلمنتری که شما داریم و یک و یو اکثر اوقات برای شما تبادلات تفاضلی و یک و وای دو داده میشه اکثر برتان داده میشه اگر داده نشد شما خودتان به دست آورده میتونید معادله تفاضلی حل میتونید کرد با استفاده از هوموجنیس پارتش و یک و وای دو جی چیز جی تی این جی تی شرط است باید معادله تفاضلی به شکل استاندارد باشه و آنچه که به طرف راست میباشه نان هوموجنیس ترم و این در حقیقت جی جی است شما شما و یک و وای دو رو دارید و یک و وای دو و یک مساویس و اکس و وای دو مساویس و اکس و شما داده شده خیلی فاندامنت از کتاب سلوشن ما و یک و وای دو است اگر شما خواسته باشین کامپلمنتری سلوشن را تشکیل بدهید و وای کامپلمنتری بود است چرا خواهی؟ یک اکس اکس مورد این شد حل پارتیکولر کامپلمنتری حل پارتیکولر شما حل پارتیکولر دارم بگیریم یو یک اکس مثبت یو دوی اکس مربع در بازم تکرار میکنم در روش در دیتایب سلوشن در میتود وریشن و پارامتر دیتایب سلوشن مشتق اول میگیریم باز معادله به دست میاریم باز مشتق دوم به این معادله بازم میگیریم دو تا معادله به دست میاریم شما هدف کلیتان پیدا کردن یو یک وایی میشه میشه که مستقیما میشه که از این رابطه استفاده کنیم از این رابطه شما وقتی یو یک قرار با شما حاصله بکنید مساویس و منفی انتگرال البته شرطش ایست که این معادله تفاضلیتان به شرط استاندارد باشه خیلی اطراف تقسیم استمرابا میکنید وقت تقسیم استمرابا میکنید چی میشه؟ وای دو زبر وای دو زبر منفی دوی بر اکس وای زبر اما دوست؟ مثبت دوی بر اکس مربع وای مساویس بر اکس بر مای پنج بر دو اما تو میشه؟ خیلی شد شکل استاندارد جی اکس ما رو تشخیص داد ای جی اکس ما میشه جی اکس خب ما یو یک رو داشت پیدا کنیم یو یک ما مساویس و منفی انتگرال وای دو اکس ما رو ضرب اکس بنا مای پنج بر دو جی اکس در مخرج ورانسکین دارم شما ورانسکین وای یک وای دو چرا همین؟ ورانسکین ما اکس اکس مربع اما تو سوایک وای دو یه رو شده از این یک دو اکس
یه وقت این آسل میگی آسل شن میشن ایکس مربع ای بارانس که نما ایکس مربع با مقدار این یک فران اول اسمه این بی اگر فره حذف میکنه منفی دوی بر هفت همون دوست ایکس به نما هفت در این پیشید دوی یک فران شما محاسبه کنید در رسته آورده در کنار ازی شما یو دوی هم میتونید محاسبه کنید ارگاه قرار باشه که یو دوی هم محاسبه کنید چند میشه؟ ارگاه و یک ضرب اکس و نمای پنگی بر همون دوست؟ مرکز این دارو و راستین اکس مرکز بی اکس به وقت شما ساده میسازیم ای کمی بر پنج اکس و نمای سی بر دو بی بر پنج اکس و نمای پنج بر دو شما یو یک و یو دو رو بدست آوردیم در این مدل آوازه میکنیم وقت شما آوازه میکنیم با حل پارتیکولر ما مثلا یو یک منفی وی بر هفت اکس بنا مای هفت بر دو ضرب اکس مثبت یو دو یو دوی ما دوی بر پنج اکس بنا مای پنج بر دو اکس بنا مای پنج بر دو اکس بنا مای پنج میشود حل پارتیکولر جنرال سولوشن حل کامپلمنتری جمع حل پارتیکولر بایست داده از این میتود شما میتونید که هر نوع نان هوموجینیس دیفرنشیال اکویژن که داشته باشید ما حل کردیم این اگزمپل شما کار کنید پیشتر اگزمپل پنجم با رو نایم سیگونیش کار کنید کار کنید باشید کلم بشید شما پس یک چیزه متوجه باشید جلوی خوب متوجه باشید شما سکند آردر لینیر دفرنشیال اکویژن به طرف چپتان همیشه وای دو زبر هر کس یا باید وای زبر وای دو زبر داشته باشه یا باید وای زبر داشته باشه یا باید وای دیگه تمام حدود که وای وای زبر وای دو زبر نداشته باشه به طرف راست انتقال میکنه جدا میباشه من زیر نام جی اکس یاد میکنم تکرار در تکرار به میخواد یاد میکنم در سایت آنها بخانه نمیشن کار شو بست کار کنیم لاند ادامه شما در خانه کار کنید دقت کو بچه برو باز خود کار کنید این با عنوان اگزمپل بعدی تون از شما خواسته شده که برای از این جنرال سلوشن پارتیکولر سلوشن بعض اوقات برای شما فاندمنتال ست آف سلوشن اینی فاندمنتال ست آف سلوشن هوموجینیس دیفرنشیال اکویژن یعنی با استفاده از شما کامپلمنتری سلوشن تشکیل میدید حل کامپلمنتری مساوی با یک اکس مثبت سی دو بی به نمای اکس بعض اوقات برتون زاده میشه بعض اوقات بر شما وای دو داده نمیشه مثل که این اگزمپل که از کتاب دارم بسید وای یک وای دو داده نمیشه
خب حل کامپلمنتری دو تا روش داریم. یکی دیتاید سولوشن است که باید در روش ورگیش ناکارومتر این طور طولانی شما حل کامپلمنتری میگیم. حل کامپلمنتری باید خودت حل پارتیکولر را بسیم یعنیم دو یک اکس مصبت یو دو ایوان اکس بودوست؟ بگو عبدالوارس تفاوت در چیز مادره در چیز؟ گرد نشه روش آس یک ای یک کانستانت بود اگر مشتقشن میگردی ای صفر میگید یعنی سی یک میگید برای یک تابه ایست وریشن افبارا میکرم چرا این زرد یک تابه میکنیم؟ بطری که مشابه هست آه ما از حالت دوپلیکیت بودن خارج بکنیم این دو تا حل مجزا شد خیلی حل پارتیکولر به دست آوردیم مشتق مرتبه اول دو یک زبر اکس مصبت دو یک جمع دو زبر این ما اکس مصبت دو همون تو کار میکنیم؟ این شد مشتق هر حدی که دارای مشتق مرتبه اول دارای یو یک زبر یو دو زبر صفر قرار میگیره. شما میبینید یو یک زبر مثبت یو یک زبر اکس مثبت یو دو زبر ای من مایه اکس مساوی با صفر میشه. وقتی شما این یک معادله را حل بر شما میتونید معادله اولی بعدش رو شما شکل ساده شده مشتق مرتبه اول شکل ساده شده ای صفر شد صفر و یو یک جمع یو یک جمع یو دو و نمای اکس شد. میتونه فرمول خودتان بازکار کرده یاریست من تأکیدم سر هر دوش است هر دو میتونه خب میشون که از رابطی نزید استفاده کنید در وقت شما از فرمول استفاده میکنید شرط است که باید به شکل چی باشه؟ استاندارد. وقت شما دیتایل سی باشد با این ادامه میتونید خودش این ذریب به جیان حل استفاده میشه با منه تانستم؟ خب یو یک جمع یو دو ایوان ما مشتق از نمیدیم و یو زبر میشه مشتق مرتبی اول یو یک زبر جمع دو تا تابی با هم در حالات زرد است یو زبر ایوان ما مصبت یو دو ایوان ما است شما مشتق اول تابی مشتق اول مشتق دوم در اصل معادله وزن میکنید شما وقتی که وزن میتونین ما میدونی یا وزن میتونین در اینجا و اینجا منو میشه بکنیم؟ بله این طولانی میشه این اکس من دو یک اولی زرد میشه اول اکس زرد میشه اکس زرد دو یک زبر مصبت اکس یو دو زبر ای بنمای اکس مصبت اکس یو دو ای بنمای اکس فاهمیدیم یک کنیم؟ چون مردی قیمت در اینجا وزن باشه بعد از اون منفی یک وقت زرد میشه منفی دو یک زبر منفی یو دو زبر ای بنما ایس یو دو زبر ای بنما ایس منفی یو دو ای بنما ایس بکنم سری شد خیلی من اینی مشتق مرتبه دوم در اینی معادله واضح کرد منفی ایکس وای زبر کدام وای زبر؟ وای زبر ساده شده شما وقتی که زرد میکنیم منفی x x یو یک x یو دو ایوان ما x x یو یک مثبت منفی x یو دو ایوان ما x صحیح شد؟ سراب یک بفهم میدیم؟ چی بفهم میدیم؟ ایوان ما x که از وقت؟ من اکرام داشت سوارم حالا این دو دفعه میدیم؟ مالش هر کس را خود کدام میکند؟ اوه چی است؟ فرمول ساده است. او این فرمول در حقیقت از اینجا ثبوت میشه. ما تاکید مثلا است. درست؟ شما فقط قیمت گذاری میکنید. کامپلمنتری از کجا باید اسمی؟ با استفاده از دوایا کوایی. صحیحه؟ پارتیکولر است مشتق مرتبه اول یک تا شرط میگه بازی ساده میشه مشتق مرتبه دو مشتق مرتبه دو مشتق مرتبه اول حل خودتا در معادله در فوزن و وزن میشه وقت وزن میشه شکل ساده میشه چون فقط قیمت گذاری داریم اکس منفی یک ضرب از این که درس مکتبتون ضرب افاده های الجبری
x منفی اول x ضرب میکنیم باز منفی یک ضرب میکنیم کجا از این مشکلات؟ این شد بعد از اون منفی x y زبر عوض y زبر کنه چه میشه؟ منفی x u1 منفی x u2 ایوان ما x جمع y ما میریز y وقت حل میگم پارتیکولر جمع u1 x بر مصفت u2 ایوان ما x مساویس با x منفی خوبی از این چیز که شما باست اختصالات میکنید حذف میشه شما رو دقت بکنید اینجا شما دارید x u دو ایوان مای x در کنار از اون منفی x u دو ایوان مای x عبیازی هم بیاد من حذف میکنید علاوه با او شما دارید منفی u دو ایوان مای x مصفت u دو ایوان مای x اینا هم دیگر خود حذف میکنید دیگر شما دارید منفی x u یک مصفت x u یک عبیش هم دیگر خود حذف میکنید خلاص حذف میشه در این قسمت شما میبینید x u یک زبر و این u یک زبر u یک زبر شما مشترک گرفته میتونید وقتی u یک زبر مشترک میگیرید u یک زبر چند میمونند؟ x منفی یک در اینجا x u دو زبر ایبن ما x و اینجا u دو زبر ایبن ما x ایبن ما x u دو زبر وقتی مشترک بگیرید چی میمونه؟ x منفی یک x u دو زبر ایبن ما x مساویس با x منفی یک کل منمای x منفی یک کل منمای اطراف تقسیم x منفی یک تقسیم x منفی یک وقتی میکنید میمانه u یک زبر مثبت u دو زبر ای منمای x مساویس با x منفی یک این مادله هم مادله دو یک تا مادله رو در اینجا باید استفاده کنید یک تا مادله رو در اینجا دو مادله همیشه باید باید بریم x u یک زبر جمع یو دو زبر ایبن مای اکس فاسه ای به صفر این معادله معادله اولی حل سیستم معادلات دو مجموعه درجه اول روش افنا تعویزی هر میتودی که شما خواستین جا و جا هر بار این عملی تطبیق انجام بدیم این هر دو هم دیگر خود حضف میکنم اما دوست میمانم اینی من فیلی بود یک من فیلی یک من اکس یو یک زبر مساویس و اکس من فیلی شما اینجا منفی را مشترک گرفته می کنید میشه یک منفی ایکس میشه اطراف تقسیم از این بکنید یو یک زبر ما مسایی به منفی یو یک زبر به دست آمد بعد از اینکه یو یک زبر به دست یو یک زبر را در اینجا وزن می کنید شما وقت وزن می کنید منفی یک میشه اما دوست کنید منفی یک مصبت دو زبر ای به نما ایکس مساویس و ایکس منفی اینی منفی یک امروی منفی یک حضر میشه بهش اطراف تقسیم ایبن مای اکس میکنیم به مخاطر یو دو زبر دان مسایی میشه به اکس ایبن مای منفی اکس اکس ایبن مای منفی اکس یک معادله به یو یک زبر یک معادله به یو دو زبر اطراف انتیگرال میگیریم انتیگرال اینجا هم انتیگرال میگیریم انتیگرال وقت انتیگرال میگیریم یو یک زبر دان مسایی به منفی اکس یو یک مسایی به منفی اکس هم تو میشه؟ یو دوی تا رو وقتی شما اینجا انتگرال میگیدی اکس ای بنمای منفی اکس جمعی بنمای اکس آه شابست باید البته هایی چون توانش منفی است آه منفی است شما جواب نهایی رو وقتی بعد اسمی علی یو دوی تا چند میشه؟ اکس ای بنمای منفی اکس آه جمعی بنمای اکس ای بنمای باید اینی چیز باشه ای بنمای منفی اکس ای بنمای منفی اکس آه هم تو میشه؟ اکس ای بنمای منفی اکس بنمای منفی اکس آه سهیست؟ ما میکنیم که دقیق شو بگیرم همسی که از شوک هست گفت که دقیق هست فقط یک علاوه منفی اکس ایبن مای منفی اکس منفی اکس منفی یک ایبن مای منفی اکس انتگریشن با کار هست شما خیلی یو یک و یو دو به دست آورید شما اگر از فرمول استفاده کنید عین چیز به دست میاد یو یک و یو دو عین رابطه به دست میاد البته یو یک و یو دو در اینجا وضع نکنید حل پارتیکولر به دست میاد بعد از اون باز شما جنرال سولوشن هم میتونید به دست بیارید هر بعضی اوقات شما به این شکل حل نداشته باشید آنچه که مهم است آنچه که من تاکید میکنم این مدل تفاضلی ما مدل تفاضلی نان هوموجینیس است شما از میتود اندی ترمان کوفیشنت استفاده کردن نمیتونید چرا استفاده نمیتونید اندی ترمان استفاده دیش ما مشکل نداریم مقصد چون این پس پولینومیال میشه
ضرایبش عدد ثابت نیست. میتود اندیترمایند کوفیشن خیلی اپلای نمیشه. کدام میتود وریشن آف پارامتر؟ به میتود وریشن آف پارامتر بعض اوقات وایت و وایدو داده میشه. اما بعض اوقات شما مجبور هستید که وایت و وایدو را با دست بیاد مثل از این اگزمپل کنید. شما اول حل کامپلمنت دارید؟ دقت کنید بچه حل کامپلمنت دارید؟ نامعلوم حل کامپلمنت دارید تان مربوط موجود است همجنی از کرم میشه؟ وایدو زبر مثبت 4 وای مثل این مثل ها؟ چرا کمال میشه؟ آر کمال کن؟ مثبت 4 مثل این مثل آر یک مساویس و آر دو مساویس و مثبت من دو آی مثبت من دو آی این آر یک تان مثبت دو آی میشه آر دوی تان مساویس میشه منفی دو آی شما این کمپلکس روت شد بخش مفهومی داره لامدا موجود قسمت حقیقی نداره درس لامدا صفر میشه دیگر نیوتن بدون در نظر داشتن دلیلش هم در لکچر گفتم دو شما وقتی که حل کامپلمنتری تان پیشنهاد میکنید شما گفته بودین ای و نمای لامدا تی دیگر کوساین نیوتن مثبت سی دو ساین نیوی دی خودش؟ خانه حالت اکبر سالی آینه میداشت ریال ویلیو سلوشن بود لندا صفر است ای به نمای صفر یک میشه خیصی یک کوساین میو میوی ما دوست ساین دو دی و این شکل شما حل کامپلمنتری تا پیشبینی کردید با استفاده از حل کامپلمنتری شما حل پارتیکولر تانو پیشبینی میکنید در میتود وریشن آف پارامتر سی یک تان شما یو یک میگید یو یک کو ساین مثبت یو یو ساین به این شکل باز آنچه که قبلا ما شما تطبیق کردیم این یه چیز دوباره ادامه میدین شما مشتق مرتبه اول میگیدین مشتق مرتبه دوم میگیدین در مشتق مرتبه دو تا تابع در حالت ضرب هستن مشتق مرتبه اول یک تابی دیگه تابی دو تابی در حالت زد به این شکل دو تابی با هم در حالت زد شما یک معادله برای یو یک زبر به دست میارین یک معادله برای یو دو زبر ما به دست آوردیم در کتاب تا نمست کار میکنیم باز پیشتون معادله ده که برای یو یک زبر به دست میارین چند است؟ که دفعه؟ یو یک زبر کنیم منفی سه کوساین دی منفی سه کوساین دی دو یک زبر دو زبر سه بر دو کوسکن منفی سه ساین دی به این شکل شما کار کنید این وقت کار میکنین اما تو بلست بلست کنید اطراف انتگرال میکنید اطراف انتگرال دو یک اگر انتگرال ساده است منفی سه ساین شد یو یک دیگر این وقت انتگرال میگیرین یو دوی تان مساویس تان انتگرال ساز انتگرال تریگونومتریک انتگریشن است کار میکنه چند بعد اسمه؟ سه بر دو لره کسکنتی مدی کوتانجات دی مدبت سه کوساین از کجا میشه کلکولاس دوی تان برید کار کنید مثبت سه کوساین مثبت سه کوساین به شکل شما یو یک و یو دو را به دست آوردیم حل پارتیکولر را برست ناوردیم حل پارتیکولر را تان یو یک را در اینجا آوازه میکنیم یو دو را در اینجا آوازه کن حل پارتیکولر حل جنرال تان وای پارتیکولر جمع وای کامپلمنتری سوال خیلی درس در این لکچر شما با ختم از این هر نوع معادله تفاضلی که مرتبه دو داشته باشین لینیر باشه چی هوموجینیس باشه چی نان هوموجینیس باشه شما برای هوموجینیس سه حالت مطرح کردین آریک آردو خلاف هم دیگه مساوی باشن کمپلکس رود داشته باشن برای نان هوموجینیس شما اندی ترمانی کایفشن بخواندین و وردیشن و پارامتر میتود دوی بکر بعدی باز افتر